داستان کامل سه فصل سریال ستایش سلام وقتتان بخیر به که دیگر از ویدیوهای سهر مدیا خوش آمدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید قصه یک دختر جوان به نام ستایش را روایت می کند که برای نجات برادرش از خطری که در پای فرار او از خدمت سربازی وی را تهدید میکرد به و دوست برادر خود تاهر فردوس پناه برده و با تمهیدات برادرش را راهی مرز می نموید. محمد برادر ستایش در مرز کشته شده و تاهیر به زندان می افتد. در نهایت با رضایت خانواده محمد از زندان آزاد شده و از آن جایی که شفته ستایش شده بود با وجود مخالفت خانواده خود و خانواده ستایش و با وجود میل باطنی ستایش با او ازدواج نموده و صاحب دو فرزند دختر و پسر می شود. تاهیر همسر ستایش در پی ماجرای حسادت همسر برادر خود انیس همسر صابر که برادر بزرگتر او و در واقع پسر بزرگتر حشمت فردوس پدر تاهیر فردوس به حساب می رفت که وبنا بر علاقه شدید پدر تاهیر به او و با توجه به مال و ثروت زیاد او بود متهم به حمل مواد مخدر گشته و پس از فرار از دست معمولین در تصادفی به کما رفته فوت می نماید ستایش در فراق برادر همسر و مادر خود و با توجه به وضعیت نامناسب پدر خود و زندگی با دو فرزندش همچنان ادامه داده و برای فرار از پدر شوهر خود هیچ بدی فردوس که به دنبال محمد میگشت راه دیاری میگردد و در نهایت پدر خود را نیز از دست میدهد وای همچنان محکم و استوار به زندگی و آینده فرزندانش میاندیشد در فصل دوم این مجموعه ستایش با دو فرزند خود نازگل و محمد و با نام مستعار روزباری به جای فردوس و بعد از گذشت 22 سال از آن قضایا در منطقه در شمال کشور زندگی می کند و صاحب رستوران محبوب در میان مردم است. پسر او محمد ماهی فروشی دارد و با موتور ماهی به خانه ها میبرد. به صورت اتفاقی فردوس فرداوس با اش در شمال به آمده اند. از محمد ماهی میخرد و محمد هر بار با یک بهانه به خانه آنها میرود. چون هم از نوای حشمت فردوس خوشش آمده و می خواهد پیش او کار کند تا به مقام بالا برسد و ثروتمند شود. حشمت او را برای جاروکشی به محل کارش دعوت می کند و محمد راهی تهران می شود تا پیش او کار کند. از طرف دیگر استاد دانشگاه نازگول از او خواستگاری می کند و از ستایش و نازگول می خواهد که به تهران نقل مکان کنند و روسی آنجا گرفته و ماندگار شوند. ستایش بعد از آمدن به تهران به منزل دوست قدیمی خود عاطفه می رود. سابر پسر حشمت فرداست نزرام زنی به نام پریسیما که از طرف فرد ناشناس عجیر شده می شود و با کمک وکالت تمام اموال حشمت را با کلاهبرداری از او می گرد. سیتایش نیز توسط همسر عاطف دوست قدیمی خود میفهمد که اگر رضایت پدر بزرگ نازگولیان یعنی هشمد فردوس نباشد عقد از لحاظ شرعی باطل است و به دنبال هشمد فردوس میرود. از طرف دیگر محمد که راننده هشمد است دختران صابر را پیش دوستانشان می برد و محمد را تهدید می کنند که چیزی به پدر بزرگشان نگوید اما یک شب بعد از بازگشت آنها از مهمانی کسانی که به آنها مواد داده بودند را تاک می زند. ولی با دروغ نوه های حشمت در صدت اخراج او است که ستایش برای گرفتن رضایت از حشمت فرداز برای عقد دخترش وارد دفتر او می شود و حشمت و محمد را در آنجا می بیند سپس هشمت با دقت به ستایش نگاه می کند و او را می شناست. رابطه محمد و حشمت ادامه پیدا می کند و در همین اسنا ثابت پسر بزرگ حشمت با تحریک همسر سومی پری پریسیما برادرزاده انیس از وکالتنامه هشمت سوی استفاده کرده همه اموال پدرش را به نام پری میکند. می کند. هشمت نیز به همراه محمد مجبور به ترک خانه اش می شود. در فصل سوم هشمت فردوس که به دنبال بازیابی اعتبار از دست رفته اش است با واسطه نواش محمد به ستایش نزدیک می شود و در خانه او ساکن می شود. سابیر که از رفتارش با حشمت پشیمان است با نقشه پریسیما کشته می شود و پریسیما صاحب همه اول حشمت فردوس می شود. انیس توانایی تکلم خود را باز می و تهدید بزرگ برای پریسیما محسوب می شود. در همین گیر و دار، ستایش در یک رابطه عاطفی با پسر همسایه اش می شود رابطه که مشکلات جدی را پیش رویش می گذارد.